به نام خدا. دوستان عزیز درود بر شما، سپاسگزاریم که ما رو برای دیدن انتخاب کردید، برنامه ما رو برای دیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا انتهای این برنامه با من بابک کمالی، مدرس آزمون یوس و همکارانم همراه باشید. امیدواریم تا این لحظه برنامه های قبلی مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و ما رو تا انتها همراهی بفرمایید. بحث رابطه و تابه رو در جلسه قبلی با هم شروع کردیم، میخوایم این مبحث رو امروز ادامه بدیم. مجموعه آ و مجموعه ب به زبان ریاضی به ما داده شده و این آذب در ب رو از ما میخوان. حواسمون باشه که این اینجا صفر داره، پس مجموعه آ شامل صفر، یک، دو، سه و چهار خواهد بود که پنج عضو داره، پس این آ برابر با پنج. حالا میریم سراغ این ب، اونجا هم همینطوره، دیگه خودش مساوی صفر نداره. اینجا شرط مسئله باعث میشه صفر رو حذف بکنیم، نه اینکه این صفر نداره. یک، دو، سه، فقط یک و دو و سه، پس این ب میشه چی؟ سه عضو. این آ ضرب در ب میشه چی؟ سه ضرب در پنج مساویه 15. خب اینا رو میتونیم در صفحه مختصات آذر در بر رو نمایش بدیم، چون هر کدوم این زوجهای مرتب یک نقطه هستن. خب مجموعه آ x های ما هستن، میبینید که x های ما شامل 1 و 2 و 3 هستن، پس مجموعه آ هستش 1، 2 و 3. مجموعه ب چی؟ مجموعه ب رو اگر نگاه کنیم فقط 1 و 2 هستش. میتونید با نوشتن زوجها هم به همین برسید. الان شما دارید 1 و 2، 1 و 1، 2 و 1، 3 و 1. پس آ 1 و 2 و 3 هستش. و همینطور 1 و 2، 2 و 2، 3 و 2. پس مجموعه ب هم 1 و 2 هستش. حالا آی من های ب رو که بخوای حساب بکنی، ب میاد اشتراک ها رو از آ خط میزنه، فقط چی میمونه؟ یک دونه 3 توی این مجموعه میمونه. این از این مطلب. حالا اینجا مجموعه آ دوباره سه عضو منفی 1، 1 و 0 هستش. ببینید، تصویر کنید، این تصویر اینجا، این تصویر اینجا، اینم تصویر اینجا، پس آ هستش چی؟ منفی 1، 1، 3. حالا میایم همین نمودار رو محور ایگرگ ها تصویر میکنم. اگر تصویر کنم رو محور ایگرگ ها از اینجا تا اینجا و این تو خالی، پس مجموعه ب به صورت بازه هستش، 1 باز تا 4 بسته. خب 1 باز تا 4 بسته اگه از بالا حذف بشه، خود 1 رو هم نمیتونه، منفی که نداره که حذف بکنه، مثبت ها رو هم 1 رو نمیتونه حذف بکنه چون 1ش بازه، فقط میتونه 3 رو خط بزنه. پس آی من های ب ما اینجا، آی من های ب میشه منفی 1 و 1. اگه تعداد عضو هاشو میخواستن میگفتیم 2 تا. خب میخواییم نمودارش رو رسم کنیم. قدر مطلق x گفتیم x هستش بین منفی 3 و 3. پس از منفی 3 توپر تا 3 توپر، البته اینجا نباید بکشم ها، برای که مشخص باشه، اونم از 1 تا 4 تو خالی، این از 1 تا 4 تو خالی. پس من یه همچین چیزی دارم. حالا اینجا رو 4 بگیر، چون من یه ذره پایین هدف زدم. نه بگیر 1. و این دوتا چی؟ منفی 3 تا 3. اما فقط یه مطلب، چون این منفی 3 و 3 مساوی دارن، ما توپر میکشیم، یعنی خط ممتد میکشیم، ولی 1 و 4 چون مساوی ندارن، ما اینا رو باید چیکار کنیم؟ خط چین بکشیم. پس این مطلب رو هم حواست باشه، این خودش میتونه دوتا گزینه بسازه برات. این خط چین ایگرگ
ایگرگمون خط چینه، چون مساوی ندارم ولی ایکس همون توپره. این کل این ناحیه این مستطیلی که میبینید آذب در بیما هستش، که حالا توی گزینه ها میتونه اینا رو توپر کنه، اینا رو تو خالی، اینا رو نقطه چین بکشه، اینا رو ممتد بکشه، این نقطه ها رو توپر رو تو خالی بکنه، اینا بتونه 5 تا گزینه رو برای شما بسازه. اما معکوس کردن رابطه، اصلا رابطه چی هستش؟ هر زیر مجموعی از حاصل ضرب دکارتی آ و ب رو یک رابطه بتا از آ و ب از آ به ب نامگذاری میکنن. ما اومدیم دو تا مجموعه داشتیم، فرض کنید آ رو داشتیم 1 و 2 و 3، ب رو داشتیم 1 و -2. بفرض خب ما دیدیم که 6 تا زوج مرتب میتونیم برای آ ضرب در ب بنویسیم. پس آ ضرب در ب چی شد؟ شد 1 -1، 1 -2، 2 -1، 2 -3، -1 و -2. 6 تا عضو. آذب در به 6 تا عضو داره. تعداد زیر مجموعه یک مجموعه چند تاست؟ یک مجموعه n عضوی اگر a n تا عضو داشته باشه، تعداد زیر مجموعه‌اش هست 2 به توان n. الان 2 به توان 6 تا 64 تا زیر مجموعه داره آذب در به. هر کدوم اینا یه رابطه است. حتی خود آذب در به. پس هر زیر مجموعه از آذب در به یک رابطه به صورت بتا از آ به ب نوشته میشه، یعنی زوجهای مرتب مال آ هستن و زوجهای مرتب مال ب هستن. این از آ به ب که قبلا بهتون عرض کردم، جلوتر بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، همین مطلب هستش. مؤلفه‌های اول متعلق به آ و مؤلفه‌های دوم متعلق به ب هستن. خب حالا دیگه خیلی میتونی، عرض کردم 64 تا زیر مجموعه میتونی برای بنویسی. مثلا یه دونه زیر مجموعه بتا 1 میتونه همین 1 و -1 باشه فقط. یه زیر مجموعه دیگه 1 و -1، 1 و -2. یه زیر مجموعه دیگه 1 و -2، 2 و -1. و الی آخر 64 تا میتونیم براش بنویسیم. پس هر زیر مجموعه از حاصل ضرب دکارتی آذب در ب رو یک رابطه از آ به ب نامگذاری میکنیم. حالا میتونید اسمش رو بتا بذارید، اف بذارید، ج بذارید، هر چی که دوست دارید، اسمش اصلا مهم نیستش، مهم یادگیری مفهوم این مبحث هستش. حالا معکوس کردن چیه؟ شما یک رابطه‌ای که دارید، الان این رابطه بتا 1، من دارم 1 و -1. وقتی می‌خواید معکوسش بکنید، که حالا 1 شما من حذف بکنم که پیچیده نشه، بتا معکوسش که بکنید اسمش رو می‌ذاریم بتای منهای 1. ببینید این با 1 بتا هم فرق داره ها، اینجا عدد نیست، این مفهوم معکوس رو داره بهمون میده. کافیه جای زوج‌های مرتبش رو عوض بکنید، میشه -1 و 1، این میشه معکوس بتا. بریم تمریناشو ببینیم. خب این داره اولا چی میگه؟ میگه 1 و 7 متعلق به بتاست. این قبلا هم از اینا حل کردیم تو همین مباحث جلسات آموزشی که خدمتتون بودم، و همینطور خودتون هم قبلا حل کردید، در مورد مفهومش صحبت کردیم. این یه خطه، یه نقطهش داده شده. خب کافیه 1 رو بذارم جای x و 7 هم بذارم جای y. 1 رو بذارم جای x میشه 3 به علاوه a مساوی 7. 3 رو هم میبریم اونور، a میشه 4. خب اینجا بتا منهای 1 رو از ما خواسته، 1 و 2، 1 و 3، 4 و 4. خب شما جای این مؤلفه ها رو چیکار میکنی؟ عوض میکنی. بتای منهای 1 چی هستش؟ میشه 2 و 1، 3 و 1، 4 و 4 هم که توش تأثیری نداره جا به جایی، هم 4 و 4. پس جای مؤلفه ها رو عوض بکنیم، معکوس رابطه برامون به دست میان. اما تمرین بعدی، ببینید برای اینکه معکوس یک معادله رو به دست بیارید، اگر به شکل معادله به ما داده شد، اگه زوج مرتب باشه گفتیم جاهاشون رو عوض میکنیم،
شما چی کار میکنید؟ میایید x رو بر حسب y حساب میکنید. پس دو مرحله داریم. یک، x رو بر حسب y محاسبه بکن. دو، جای x و y رو عوض بکن. یعنی x رو تبدیل کن به y و برعکس. هر جا x دیدی جاش بذار y، هر جا y دیدی جاش بذار x. خیلی از همکاران عزیز بنده اینا رو برعکس میگن. میگن فرقی نمیکنه. خیلی جاها فرق نمیکنه، ولی خیلی جاها هستش که فرق میکنه. یعنی جاهایی هستش که شرط گذاشته میشه برای x. و اگر شما برعکس این کار رو انجام بدید دچار مشکل میشید. خب پس من ازت خواهش میکنم که برعکس این کار رو انجام ندید، چون بعضی از جاها دچار اشکال میکنه تو رو و ممکنه که نتونی به جواب صحیح تست برسی. البته اینم عرض بکنم که این تست، این سوال اصلا معکوس رو، ضابطه معکوس رو نخواسته و من دارم این مطلب رو تکمیل میکنم و بهتون آموزش میدم. خب اینجا اگه من ضابطه خود تابه رو به دست بیارم، خب ضابطه خود تابه اینه، y مساویه با کای منهای x سوم. و ضابطه معکوس چی میشه؟ کافیه y رو ببرم اون طرف، x به دست اومده. این چیز پیچیده ای اینجا نیست. و حالا جای x و y رو که عوض بکنم، این ضابطه معکوس ما هستش. اما بریم بپردازیم به حل همین مسئله. خب اینجا اومده گفته یک و سه روی بتای منهای یکه. خب ما گفتیم برای به دست آوردن بتای منهای یک جای مؤلفه ها رو عوض میکنیم دیگه. خب پس الان چه اتفاق میفته؟ سه و یک متعلق به بتا هستش دیگه. همین. این چیز خاصی نداره. پس من الان تو این رابطه خطی که دارم سه و یک متعلق به بتا هستش. پس میتونم سه رو بذارم جای x و یک هم بذارم جای y. چی میشه؟ سه جای x میشه سه. یک هم بذارم جای y، سه یکی سه تا مساوی کا. پس کا برابر 6 هستش. خب تابع بریم از اول. ما دوتا مجموعه داشتیم، آ و ب. اومدیم حاصل ضرب دکارتیشون رو تعریف کردیم. آ ضرب در ب، گفتیم آ ضرب در ب شامل زوجهای مرتبه که مؤلفه های اولش مال آه، مؤلفه های دومش مال ب. بعد که آ ضرب در ب تشکیل شد، گفتیم هر زیر مجموعه از آ ضرب در ب هست یه رابطه. پس بریم یه دونه آ ضرب در ب بسازیم. مثلا آ رو میگیرم یک و دو، ب رو میگیرم چهار و شیش. خب حالا آ ضرب در ب رو میسازم، آ ضرب در ب هستش یک و چهار، یک و شیش، دو و چهار، دو و شیش. خب دو تا عضو این داره، دو تا عضو هم این داره، به ما چی میده؟ چهار تا عضو خواهد داد. خب دو تا چهار تا، چهار تا عضو به ما میده. گفتیم هر زیر مجموعه از این مجموعه آ ضرب در ب میشه یه رابطه. یعنی الان من چند تا رابطه میتونم اینجا تعریف کنم؟ دو به توان چهار تا، 16 تا رابطه میتونم تعریف کنم. حالا چند تا مثال بزنیم. مثلا بتا یک میشه چی؟ یک و چهار. به فرض بتا دو، یک و چهار، دو و چهار. بتا سه، یک و چهار، یک و شیش. بتا چهار، دو و چهار، دو و شیش. خب چهار تا مثال زدم، از اون 16 تا من چهار تاشو نوشتم. حالا تابع چیه؟ تابع رابطه ایه که توش مؤلفه اول تکراری نبینی. یعنی اینجا شما یه دونه مؤلفه اول داری، این تابع است. اینجا یک،
دو تکراری نیست، این تاب است، ولی اینجا تکراریه، یک یک، این تابه نیست. اینجا چی؟ دو دو، این تابه نیست. پس دوتا مجموعه حاصل ضرب دکارتی، هر زیر مجموعه از حاصل ضرب دکارتی یک رابطه، رابطه ای که مؤلفه اول تکراری توش نبینی تاب است. خب پس اینجا یک دو سه، این تاب است، یک دو سه، این تاب است. خب اینجا یک داری، اینجا هم یک داری، این تابه نیست. یک سه، اینم تاب است. پس اگر مؤلفه اول تکراری ندیدی، اون رابطه میشه چی؟ تابه. خب از روی معادله ما چجوری میخوایم تشخیص بدیم؟ اینو بهش میگن آزمون. یعنی ما فقط از روی زوج مرتب نیست، میتونیم از روی نمودار که بهش میگیم آزمون خط قائم، یا از روی یک معادله تشخیص بدیم. اون معادله، معادله یک تابه رو مشخص میکنه یا رابطه است؟ خیر، تابه نیست. آزمون خط قائم چی میگه؟ میگه من یه دونه نمودار دارم، این نمودار، اینم یه نمودار. اگه هر خط قائمی بکشم و نمودار رو در بیش از یک نقطه قطع نکنه، اون تاب است. ببین الان من هر خطی اینجا بکشم، نمودار رو در بیش از یک نقطه قطع نمی‌کنه، پس این تاب است. اما اینجا یه دونه خط قائم میکشم، در دو نقطه قطع میکنه، پس این تابع نیست. این پس از روی نمودار. اگه شکل داشتی یا میتونستی شکلش رو رسم بکنی به راحتی، میتونی از روی شکلش تشخیص بدی که تابع هست یا تابع نیست. اینا جفتش برای معادله میشه. حالا یا نمودار به شما میده یا معادله میده، شما میتونی نمودارش بکنی. از روی معادله چی؟ یه عدد به x بده. چند حالت پیش میاد، یا برای ایگرگ مقداری به دست نمیاد، یا برای ایگرگ یک مقدار به دست میاد، یا برای ایگرگ بیش از یک مقدار به دست میاد. بیش از یک مقدار فقط در این صورته که تابع نیست. پس اگه برای ایگرگ بیش از یک مقدار به دست اومد، تابع نیست. چرا؟ چون اون خودش نشون دهنده تکراری بودن مؤلفه اوله. من به x دادم 2، برای y به دست اومده مثبت منفی 3. این به چه معناست؟ یعنی من 2 و 3 رو دارم، 2 و منفی 3 رو هم دارم. پس مؤلفه اول تکرار شد. اونجا که خط قائم میکشم بیش از یه نقطه قطع میکنه، این مثلا 2 داره هم در 4 قطع میکنه، هم در منهای 4 قطع میکنه. پس من 2 و 4 دارم، 2 و منهای 4 هم دارم. پس باز مؤلفه اول تکراری دارم. پس مفهوم همون مفهوم اولیه است، اما داریم با زبانهای مختلف برای شرایط مختلف مطرح میکنیم که سریعتر بتونی پاسخ بدی. خب بریم سراغ این تمرین. بریم سراغ این تم. خب x مساوی 2، x مساوی 2 خب خودش یه خط قائمه اصلا. x مساوی 2، این یک، این دو. خب واضحه من همین خط رو رسم کنم تو بیشمار نقطه قطع میکنه دیگه. من 2 و 1 دارم، 2 و 2 دارم، 2 و 3 دارم الی آخر، چون این یک خط قائمه دیگه. پس واضحه که این تابع نیست. x2 منهای 4، من به x2 به علاوه y2 مساوی 4، من به x میدم 0، y2 میشه 4، y میشه مثبت منفی 2. بیش از یه مقدار برای y به دست اومد، پس تابع نیست. این چی؟ خب واضح این تابع است. من هر عددی به x بدم، یه دونه y بیشتر نمیده، هی عدد بده بهش. 0 بده میشه 2، 1 بده میشه 3، 2 بده میشه 4، 4 و 2 6 و الا
آخر اگه نمودارش هم یا قدر مطلق نمودارش هم میتونی بکشی. حالا جلوتر توضیح میدم، با نمودار توضیح میدم. قدر مطلق x به علاوه قدر مطلق y مساویه 2، باز بیا به x بده چی؟ 0 مثلا. قدر مطلق y میشه 2، y میشه چی؟ مثبت منفی 2. ببین باز این مثبت منفی ها رو جا بندازی تشخیصت متفاوت میشه. تأکیدی که رو مثبت منفی داشتم برای همین جور جاهاست. پس باز بیش از یک مقدار به دست اومد، پس اینم تابع نیست. اینم تابع نبود، فقط این تابع بود. امیدوارم از مباحث امروز نهایت استفاده رو برده باشید. تا دیدار بعدی که ازتون درخواست میکنم با من بابک کمالی و همه همکارانم در بحث آموزشی ریاضیات آزمون یوز با ما همراه باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سربلند باشید، خدا نگهدار. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم.